خود من البته و همراه با همسرم باید بدانید که تنها باور و آرزویی که داریم خوشبختی و بهبودی وضع در کشورمون هست. در مقابل هر آرزویی که داریم، در مقابل هیچ انتظاری به غیر از آزادی و دموکراسی در کشورمون نداریم و نخواهیم داشت و بنابراین تنها انتظارمان از سایر همیهنانمون، وظیفه تک تک همگی ما این استش که به این مهم بتونیم کمک بکنیم که بلکه وضعیت کشورمون در جایی که واقعا مردم اون کشور با اون تاریخ و تمدن سزاوار چنین وضعیتی نیستن، به آینده درخشانی دست پیدا بکنن. من البته مقدار غافلگیر شدم چون این تقاضا از اینکه من صحبت بکنم جزء برنامه نبود. وقتی که دکترات گفتن حالا چند کلمه صحبت کنی، تو راه که می اومدم خب تو ماشین بودم به فکر این افتادم که یه مثالی براتون بیارم. خب تفاوت این که یه ماشین اجاره بکنید تا اینکه یه ماشین داشته باشید، یعنی مالکش باشید، چیه؟ مثلا شما قراره ماشین رو تحویل بدین، اگه اجاره باشه قبلش میبرینش کارواش؟ نه. خطی بهش میفته، فوقش میدین اون کالیژن دمیج هم دادم اینشورنس تیکر میکنه، مهم نیست. ولی اگه مال خودتون باشه اون ماشین، ازش مراقبت میکنین، به موقع سرویس میبرین، روغنش رو چک میکنین، برفاکنش رو عوض میکنین، خلاصه ازش چیکار میکنین؟ حالا این فرد یه ماشینه، چه برسه به اینکه خودتون رو صاحب و مالک یک کشور بدانید؟ این کشور متعلق به تک تک ما هست. بعدم نیان بگین که خب من چون مثلا ترک هستم چرخ جلوی ماشینم، به چرخ عقبی کار ندارم، یا اگه من مال بلوچستانم صندلیشو کار دارم، کاری به رولش ندارم. مقصودم چیه؟ کل کشور متعلق به کل ایرانیان است و هر کاری میکنیم برای همه مردم ایران هست، با شناسنامه ایرانی، حالا از هر تیره، باور، قوم، فکر، گرایش فکری سیاسی، جنسی که باشن، هر مذهبی که داشته باشن یا نداشته باشن، به عنوان یک انسان که حداقل حقوق تضمین شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که امیدوارم پایه و رکن قانون اساسی آینده کشور باشه، با این ضمانت عدالت و برابری کامل هستش که این آینده رو میتونیم بسازیم.